بینندگان عزیز سلام، امروز چهارشنبه 29 ماه اصل سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 20 ماه آگست سال 2014 میلادی. به مجموعی از تازه ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. در نخست سرخط چند خبر: افزایش نامی های اخیر در شهر غزنی و انتقاد تند شهروندان از مسئولان امنیتی در این ولایت. سقوط ولسوالی دواب ولایت نورستان توسط مخالفان مسلح دولت. آغاز کار ساخت شهرک برای فاجعه زدگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان. و تساوی ریال مادرید و اتلتیک مادرید در رویداد ورزشی دیشب. توریال افغانستان با مشروع خبرهای این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. افزایش ناامنی ها در شهر غزنی شهروندان این ولایت را سخت نگران ساخته است. این شهروندان میگویند که ترور افراد و ناامنی های غزنی آنان را به سطوح آورده است. از سوی هم این مردم از کارکردهای مسئولان امنیتی با تندترین واژه ها سخت انتقاد میکنند. مردم از ناامنی های اخیر در شهر غزنی ابراز نگرانی می نمایند. این مردم می گویند با آنکه تشکیلات نیروهای امنیتی در شهر غزنی روز به روز افزود می گردد و نیز نیروهای امنیتی رفرم شدند و ورکشاپ های متعددی را در زمینه تامین امنیت آموزش دادند و نیز با وسایل سلاح و مهمات مجهز گردیدند، اما روز به روز از قوت این نیروها کاسته می شود. تا جایی که همه روزه در ولایت غزنی حادثات زیاد ناامنی به وقوع می پیمندد و همه روزه افراد پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی قربانی این چنین حادثات می شوند. حتی جلوی یک حادثه کوچک را هم گرفته نمی توانند. با آن که به خاطر ریشه‌کن‌سازی ترورها در داخل شهر غزنی گشت و گذار موتورسایکل ها از سوی نیروهای امنیتی ممنوع قرار داده شد، اما این امر کارگر واقع نشد و اوضاع امنیتی در شهر غزنی به حالت بدتر قرار گرفت. در همین حال مردم ولایت غزنی با انتقاد شدید از والی این ولایت و ارگان های امنیتی میگویند که امنیت روز به روز در این ولایت بدتر می شود و این مسئولین باید استعفا نمایند. این مردم همچنان میگویند که از زندگی در این شهر از بحر ناامنی به سطوح آمده اند و اگر وضعیت امنیتی غزنی به همین منوال ادامه پیدا کند، این شهر را ترک می نمایند و دست به مهاجرت می زنند. این مردم اظهار می دارند ناکارایی نیروهای امنیتی باعث شده تا آنان بسیار زود محل کارشان را ترک نمایند و به منازلشان بروند، که این عمل باعث ضربه بزرگ به پیکر اقتصادی آنان گردیده است. ما فکر میکنیم پلانی که دولت پیش رو گرفته یا مقامات امنیتی در غزنی از جمله موترا رو بنگده، این رای حل نیسته. این یگانه مشکلیه که برای مردم عامه، بخصوص برای کسایی که اونا از اقتصاد پایین برخورداره، اونا نمیتونن که برای رفت آمدشون از موتر استفاده کنه. پس خواست ما از مقامات امنیتی که یک پلان سنجیده در نظر بگیره تا اینکه امنیت رو تامین کنه. مثلا مقامات امنیتی باید با طالبا و مخالفین دولت برخورد جدی کنه. اگر این قسم سیاستی که اینا در قبال مخالفین داره پیش رو بگره، فکر نکنیم که امنیت تامین شوه. خواست ما همین است. ما پر نظر باندی چه دغه دولت که غزنه یو کوچنی شهر ده او دی امنیت جوګه نش کېدلې. ما پر نظر باندې دغه دولتي خلک څومره کمزور دي، یان د دولت یان تقریبا پزره او عسكر به شهر کې وسیږي، نو څنګه امنیت نش راوستي؟ دا خپل دولت نیمګړتیا ده. ما په نظر باندې چې خپل دولت په دې کې رغنده ګامونه و نخلي، یا یعنی چټک ګامونه و نخلي دی په دې کې. ما په نظر باندې دغه امنیت د غزنی د شهر کوم درنه مثلا نه ده، خو دی خپل ما په نظر باندې کمزور دي. یعنی څنګه یو څوک راځي په سایکل نو یو څوک کلی بیا خلاصیږي بریالی کیږي؟ دا تا په نظر باندې څنګه یعنې دا دولت ماته ډېر کمزوري ښکاري. تقریبا چې مخته په دې ښار کې موټرسایکل آزاد و، یعنې خلکو ډېر ښه دغه کاروبار ښه روان و، ګڼه ګوڼه و، چې موټرسایکل بند شوي دي بیخي، یعنې خلک تقریبا 50% کم شوي دي، ځکه خلک رسیدګي نشي کولی، له لرې ځایه نشي راتلی، هر څوک موټر نه لري. د ټولو اقتصاد ضعیفه ده، خلک غریبان دي، مشکلات دي. در همین حال محمد موسی خان اکبرزاده والی ولایت غزنی دلیل ترور افراد امنیتی در شهر غزنی را ناکامی مخالفان مسلح دولت در جنگ رودرو با نیروهای امنیتی میداند و ای میگوید که به زودترین فرصت امنیت در ولایت غزنی بهبود مییابد. حملات تروریستی ما قبل هم در شهر ولایت غزنی داشتیم، اما ازدیادش دیروزه
علت ناکامی اونا در حملات گروهی برای ولسوالی های ما یا بالای بعضی اهداف کلانی که اونا تثبیت کرده بودن چون در اوجا نتانستن. متاسفانه که دی روزای اخیر ما واقعیت را در شهر غزنی میبینیم که راستی که دغدغه و رنج آور است. وی همچنان از مردم خواست تا با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. مثل مردم نجیب و شریف، مردم ملکی صدا میکنیم که 3000 پلیس نمیتونه که امنیتی 1.5 میلیون مردم در ولایت غزنی تامین بکنه، در حالی که وظیفه اونا امنیت است. همش ما سر مردم هم صدا میکنیم که دیگه قسمت بری که سر یک غم غمی دیگه روز به روز اضافه نشوه. ما زونا کوشش میکنیم که در نشاندهی همچون توریستا نیروهای امنیتی ما را کمک بکنه. سروش آزادزای گزارش میداد. یک حلقه ماین بامداد روز چهارشنبه سوی نیروهای امنیتی افغان در شهر غزنی کشف و خونسا گردید. این ماین در داخل یک بایک در ساحه جاده بزازی شهر غزنی جاسازی شده بود. به گفته شاهدان عینی، این ماین حوالی ساعت 8 بامداد از سوی نیروهای امنیتی خونسا گردیده است. در روزهای اخیر شهر غزنی شاهد ناامنی‌های گسترده امنیتی بوده است که در تازه ترین موارد سه شهروند این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس به گونه قبیح به قتل رسیدند. سپاسگزارم از اینکه بیننده سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بودید و از شما دعوت میکنم که بیننده برنامه های شبکه رادیو تلویزیون غزنویان نیز باشید. وقتتان خوش. الله نگهدار.